با سلام، آرزو هستم. سوال کردی آرزو. سلام خدمت شما دوستان، همراهان عزیز. امروز جمعه 27 خرداد ماه رسیدم خدمتتون به خواست دوستان. ما هم اطاعت امر کردیم. البته که نیمه شب دارم براتون ضبط میکنم، عذرخواهی میکنم اگه میبینید که صدای مقدار ضعیفه یا به هر حال به هر ترتیبی هست. به خواست شما دوستانی که پنجشنبه فال گرفتن، خواستن که برای روز تعدادیشون خواستن که برای روز جمعه فال گذاشته بشه. روز جمعه مجال نیست، نیمه شب پنجشنبه است که دارم براتون میذارم و اینو براتون صبح جمعه میذارم که شما اول وقت به قول معروف داشته باشین که این فالو بخواییم ببینیم. خب، فال قهوه کلی مربوط به روز جمعه 27 خرداد ماه، پس لطفا نیت کنید. فال قهوه کلی مربوط به روز جمعه 27 خرداد ماه، لطفا نیت کنید. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو من برنگردوندم دوستای عزیزم، به خاطر اینکه چند تا چهره و چند تا تصویر دیدم که گفتم شاید یعنی شاید که نباید بهتون میگفتم. اول از همه آقایی رو دارم میبینم که تکیه داده به جایی که کوهی از مشکلات رو دارم براش میبینم، سرشو گذاشته. از آقایی که تقریبا میان سال هستن، صورت سفیدی دارم، موهای سیاه سفیدی باید بشه، شعارت جوگندمی دارم، کت و شلواری و بسیار غمگین زیر دسته، ناراحت نشسته، حالتی که سرشون از فرط ناراحتی گذاشتم به جایی تکیه دادم و بسیار غمگین هستن. غمگینیشون هم از بابت یک کسالت خانمی از نزدیکان ایشون، مثل همسر که ایشون انگار در بستر بیماری هستن و ایشون بسیار ناراحت از این موضوع میبینم ایشون. انشالله که بلا دوره. هرچه هستش کسالتیه که مثل یک جراحی انجام دادن تو ناحیه بالاتنه، کمر به بالا تا زیر گردن، که انشالله به دو وعده نزدیک از جا بلند میشه و میاد تو خونه و شما از این ناراحتی انشالله خلاصی دارید. انشالله این منم میبینم باز یک خانم جوانی که باز ایشونم دراز شدن به جا خوابیدن، متاسفانه دارم میبینمشون، اما ایشون خوابیدنشون به واسطه غمگینی از عشق احساسیه، ناراحتیشون، غمگینیشون. خانم جوانی که موهای روشن دارن روی تخت خوابیدن، بی حوصله، حوصله کسی رو نداره و صرفا به خاطر اینکه از نظر احساسی مقداری هست که درگیر و مشکل دارن میبینن براشون. انشالله که برطرف میشه مشکلاتتون و کسالتی که این خانم دارن تو ناحیه سینه، جراحی انجام دادن که خیلی همه رو متاثر کرده، خصوصا همسر ایشون رو. اما این جراحی به سلامتی تمام شده و دو وعده نزدیک هم میاد خونه انشالله که دیگه خیالتون راحت میشه. انشالله که خدا همه مریضا رو شفا بده. الهی آمین. خب، برمیگردیم فالو به نیت اینکه انشالله تمام آنچه که نیت دل شماست توی این فال نقش ببنده، خوباش براتون اتفاق بیفته و بعدش انشالله که نه. بسم الله الرحمن رحیم. الهی به امید تو. از غم تنهایی که تعدادی از خانم‌ها و آقایون درگیرش هستن، به زودی رهایی شدن رو براتون میبینم. حالا یا شکلی یک رابطه است یا اینکه ورود یک شخصی به زندگیتون و انشالله ازدواجی که میخواد شکل بگیره. به هر حال میبینم که از تنهایی خلاصی پیدا میکنه. خب، یک مشکلی دارین، مشکلی طولانی مدت که انگار مدت هاست درگیرش هستین. انشالله این مشکل فعلا هستش، ولی انشالله که این مشکل هم براتون به زودی حل خواهد شد. راهی براتون باز میشه به واسطه آقایی که صاحب قدرت و مقامه. هرچی که هستش برای آقای جوانی میخواد یک قدمی برداره، آقایی که صاحب قدرت هست بسیار روشن افتاده، برای یک آقای جوان میخواد که قدمی برداره. حالا احیانا قدم کاریه که میخواد براش برداره و با موفقیت این اقدام انجام میشه. از نظر احساسی خبری نیست. خب، آقایی رو دارم میبینم که دست توانمندی داره. حالا این دستی که من برایشون میبینم، حالا یا یه دستشون به سمت جلو مشخص نیست، هر چی هستش این دست، دست قدرتمندیه، دستیه که اگه بخواد کاری براتون انجام بده این توانایی رو داره که براتون کاری رو انجام بده. دست قدرتمند، دست توانمند. خب،
خب چشم انتظاری خبر هستیم، به زودی بهتون میرسه. این خبر خبر بارداری هم هست، جنین دارم براتون میبینم، جنینی که توی شکم هستش و چشم انتظاری. حالا یا منتظرین که زودتر بچه به دنیا بیاد یا هر آنچه که هست مرتبط با یک بچه و نوزاد. خب براتون کسی قدمی برمیداره و قدم ها قدم مثبت و روشنه. آقایی براتون قدمی برمیداره. خب ببینیم، من دارم اینجا نمادی که برای من افتاده، حالت معنیش این هسته، چون کنارش یه چیزی مثل سوسک افتاده، حالتی که از با کنار سوسک، معنیش هستش که انگار پول حرام دارم میبینم براتون. اگر تعدادی هستین، کسایی هستن که البته که تو جمع ما نیست کسی که الان داره این فال ملاحظه میکنه، پول حرام، چون ببینین کنارش حالت چارچوب دارم میبینم، انگار پول حرامی داره وارد زندگی و کانون خانوادهتون داره میشه. اگر همچین چیزی هست بهتون هشدار میدم که براتون خیلی بده، یعنی واقعا کدری و سیاهی حاکم میکنه توی خونتون، دارم میبینم نقش بسته، چون اصلا خونه که کدر و تاریک افتاده، پول حرامی که داره وارد خونه میشه. حالا چه کاری دارین انجام میدین که این پول حرامه؟ خب راه دیلی دارم براتون میبینم، ازدواج. ازدواجی هستش که تو هم با ثروت، حالا هر چی که هستش، کسی داره براتون قدمی برمیداره، قدم احساسی هستش، ازدواج که تو هم با پوله، یعنی هم شخصی که بهتون داره ورود میکنه به زندگی شما، هم مال داره، هم احساس نسبت بهتون داره، هم صاحب ثروت، هم صاحب احساس و عشق. خب آقا و خانمی رو دارم میبینم که آقایی که چهره تقریبا میتونم بگم عبوسی داره، خانمی هم دنبال ایشون ریشه دارن، زن و شوهری که دارن قدم برمیدارن وارد میشن به یک زن، به یک خونه جدید. متاسفانه تو این خونه هم که ورود بکنین، همین حالت غمگینی و ناراحتی و بگو مگو بحث رو دارم براتون میبینم، یعنی جاتون هم دارین عوض میکنین، ولی بازم تو این خونه جدید باز بگو مگو بحث رو دارم برای این خانم آقای متعهد متاسفانه دارم میبینم. خب ببینید براتون ساز مثل ویالون، گیتار، یه همچین چیزی سازی براتون افتاده که منبع درآمده براتون. اگر هنرتونه، شغلتونه، پیشتون هست یا آموزش دارین میبینید، برای اینکه بتونین به واسطه این پولی در بیارین کسب درآمد بکنین، براتون برد و موفقیت میبینم، چون به واسطه این نواختن این ساز حالا یاد میگیرین، آموزش بدین، یاد میگیرین بنوازین و از قبلش پولی در بیارین، چون براتون دارم میبینم پولهای فراوانی که از قبل برش در میارین، کوچولو کوچولو ولی پول دارین، قطع نمیشه این پول. خب آقایی رو دارم میبینم که تو ناحیه شکم، مثل معده، مثل روده، تو قسمت گوارشش مشکل دارم براشون میبینم، کسالت دارم براشون میبینم، به حالی تیکه تو ناحیه شکم و معده مشکل و بیماریه که لطفاً هرچه سریعتر ایشون خودشون رو به دکتر نشون بدن، یه چکاپی بکنن، تو از نظر سلامت این وقت براشون انگار داره مشکل ایجاد میکنه. خب آقایی میخواد کاری رو انجام بده، آقایی که میخواد قدمه برداره، کاری انجام بده، متاسفانه باید بهتون بگم که این کار اشتباه و غلط هستش، بهتره که تغییر بدین، مسیر رو عوض بکنی، چون در غیر این صورت تش به بنبست براتون میخوره، شکست رو دارم براتون میبینم، دقت کنی. آقایی که میخواد یک کاری رو انجام بده، فراز و نشیب زیادی هم براتون داره، ولی تش برات بنبسته، یعنی هرچی هم سختی بکشی نتیجه براتون نداره، بهتره که راه رو عوض کنی، مسیر رو تغییر بدی. خب دختر خانمی رو دارم میبینم خیلی عبوس، خیلی ناراحت، غمگین، دختر خانمی جوان، مثل نوجوان حالت دارم ایشون رو میبینم. پشت سرش آقایی رو دارم میبینم که خیلی سن و سالی از ایشون بیشتر داره، ولی صورتش مثل گرگ میمونه. حالا ببینیم صورتی مثل گرگ، چشماشو ببینیم، بینی، گوش، چه حالتی داره پشت این خانم جوانه و
یه عکس اینجاست، تصویری از این خانم که مثل یه عکس میمونه تو دسته ایشونه. اینطور میتونیم معنی بکنیم که انگار چیزی، عکسی از این خانم، چون این خانم کدر ناراحت پشت به این آقا کرده و این دنبال ایشون هستش، حالتی که انگار عکسی چیزی از این خانم دست این آقاست که سن و سالی هم ازش گذشته، یعنی از ایشون خیلی بزرگتر به نظر میرسه. هرچی هستش که یه عکسی ده، هرچی هست اینا با هم وستن، مثل فامیل، مثل بستگان، همچین نسبتی با هم دارن. عکسی از این خانم جوان، دختر خانم جوان دست این آقای سن و سال داره، گرگ صفتی هست که به واسطه این مثل که داره تهدیدش میکنه، پشت سرش داره میاد و تهدیدش داره میکنه. بهتره که هر چه زودتر خانوادت رو تو جریان بذاری به نفعت عزیزم. این نقشه ها برات داره، این آقایی که گرگ صفت هست نقشه هایی رو برات داره، دقت کن. خب شکلی رابطه رو دارم میبینم، رابطه دوستی، هدف ازدواج، هدف وصاله، با هم جفت شدن رو دارم میبینم، دوستی، جفت شدن، ازدواج رو دارم براتون میبینم. این دوستی که نتیجه داره، نتیجه بسیار مثبت و خوب و روشن رو براتون دارم میبینم، خدا رو شکر. خب آقایونی که گذشته دار هستن، دقت کنین، آقایونی که گذشته دار هستن، دارم براتون جابجایی محل زندگیتون رو میبینم. از خونه ای که دارین الان سکونت میکنین، کنار اعضای خانواده مثل پدر، مادر، خواهر، برادر، تعدادی از افراد که در حال حاضر کنار شما هستن، از کنار اینا بیرون میرین، از این خونه به یه خونه جدید میرین. تو خونه جدید دارم براتون عشق و خونه جدید رو کنار هم میبینم، قلب و خونه نو و روشن دارم براتون میگم. انگار از این خونه میرین تو خونه جدید، حالا یا ازدواج میکنی میرین به خونه خودتون، یا میرین توی یه خونه دیگه و تو اون خونه مستقل میشی و در اون توی خونه تشکیل زندگی مجدد میدی. خدمت رو عرض کنم که رو در روی ببینید، سه نفر رو دارم میبینم، خانم، دو تا آقا، متاسفانه یه آقای جوان، یک خانم، خانم تقریبا میانسال و یه آقای میانسال. خانم و آقایی که میانسال هستن، ظاهرا اینطور که من دارم اینجا متوجه شدم، خانمی میانسال با آقای جوانی با همدیگه ارتباط دارن، یعنی عذرخواهی میکنم، رابطه نامشروع که معنی دیگه نمیتونم براش بذارم، تعبیر دیگه نمیشه کرد. خانمی میانسال با آقای جوان رابطه داره و آقایی که همسر ایشون هست روبروی ایشون وایستاده، روبروی خانم و حتی روبروی این آقای جوان، و طرد شدن و جدایی رو دارم براشون میبینم. ببینید جدایی هم که دارم براشون میبینم، حالتی دارم براشون میبینم که این جدایی فقط از تو خانواده خودش جدا شدن نیستا، هم این آقای جوان از کل خانواده خودش طرد میشه، هم این خانمی که میان ساله و متأهله هم از زندگی خودش با رسوایی بیرون میشه، هم از کل خانواده و خاندان خودش ترد میشه، یعنی رسوایی تمام، هم برای این آقای جوان هم برای این خانم متأهل، خانمی که متأهله و میان سال. خب ببینیم، آقایونی که میخوان یه کاری انجام بدن، حالا چهره خیلی شفاف نیست، باید آقا باشه، ولی حالا یا آقا یا خانم تفاوتی نمیکنه، به هر حال سن و سالی ازشون باشه، حالت میان سال دارم میبینمشون، زیر یه سقف دارم میبینم، پس میشه آقا و خانم دوتا هستن، آقا و خانم میان سال دارم میبینم، سن و سالی ازشون گذشته، زیر سقف دارم میبینم، زیر یه سقف بسیار روشن، بله زن و شوهری هستن که با هم دیگه زیر یک سقف روشن، دو تا قلب روشن کنار هم دیگه، یعنی یک زندگی که زندگی زناشویی موفق رو دارم براشون میبینم. انشالله که همیشه همینطور برقرار و خوشبخت باشید انشالله. خب عروس خانومی دارم ببینم، دختری که تاج زده، گلی به سر زده، موهای آراسته، لباس عروسی به تن کرده، ازدواج، جشن و شادی برای خانمهای جوان دارم میبینم.
خب این خبر نچندان خوب براتون در میدم که تو مسیر تو راه داره به سمتتون میاد، خبری که وقتی بشنوین خیلی متاثرتون میکنه. این خبر مربوط به شخصی هستش که هیچ نسبت خونی یا خانوادگی که با شما نداره، مثل یک دوست، یه بیگانه، ولی هر چه که هست وقتی شما این خبر رو میشنوین خیلی متاثر و ناراحتتون میکنه. آقایی رو دارم میبینم که روشن، بسیار روشن افتادنشون، آقایی که باید جوان باشن، هیکلشون درشته مثل ورزشکار، ولی صورت جوانی رو دارم براشون میبینم، بسیار روشن، لباس سفیدی به تن کردن که نشانه دامادیشون هستش، علارغم مشکلاتی که تو زمینه احساسی و مالی تو این زمینه مشکل داشتن، ولی انگار مشکلاتشون مرتفع شده و جشن و ازدواجی که شکل میگیره. راه بین این خانم و آقا هموار میشه و ازدواج شکل میگیره. هرچی هستش ازدواجیه که مثل حالتی مثل که تو محضر برن، دفترخونه برن، محجبه، یا خانم آقای محجبه هستن که حتی لباس عروس محجبه، مثل چادر، پوشش چادر به سر دارن میبینم، یا این ازدواج توی دفترخونه محضر توی جای انجام میشه که باید پوشش کامل داشته باشه، کت و شلوار سفید، چادر سفید. انشالله خوشبخت بشین تو هر جایی که میخواد مراسم عقدتون برگزار بشه. یه نفر اونجا دارم میبینم که عینک زده، عینک دودی زده، از دور داره میپادتون، حالتی که حالا یا دوزی داره، حالت دوزی داره نگاهتون میکنه، چشمتون داره، یا اینکه نه کلا عینک بدبینیه که به چشمش زده و همه رو داره با چشم بد نگاه میکنه. یه چیز فوق‌العاده بهتون میگم، ببینید اژدهایی دارم میبینم، اژدها اصلا فرق نمیکنه کجای این فنجون نربکی پیش دستی کجا قرار گرفته و چه رنگی داره، اصلا اهمیتی نداره. فقط تعبیری که میتونم براش بکنم این هستش که بزرگترین اتفاقی که فکرشو بکنین توی زندگیتون براتون انشالله به زودی اتفاق میفته، چون نزدیک به دست است و بسیار عالی هستش. هر جایی که نقش ببنده، شادی، جشن، شفا، هر آنچه که نیت دلتون انشالله که به زودی براتون اتفاق خواهد افتاد. خیلی عالیه. خانمی رو دارم میبینم که گذشته بسیار تاریک داره، بسیار گذشته تلخ، موهای تیره تا سرشونه، اینقدر این گذشته روی ایشون تأثیر منفی داره که خود صورت این خانمم تمام قد دارم میبینم ایشون کلن کدر کرده، یعنی اینقدر این زندگی تلخ بد، گذشته بسیار بد و سختی رو گذرانده کرد و کلن صورتش رو هم کدر کرده، ولی خدا رو صد هزار مرد بشو دارم میبینم روبرو و آینده و مسیر زندگی روبروش کاملا روشن افتاده. خدا رو شکر. خب آقایینی که تو فکر شغل جدید هستن، شغلشون فکر میکنم پیرامون هرچی که هست در تو خورد و خوراک، حالا رستوران، کافی شاپ، نمیدونم فست فود، هرچی که هستش توی این زمینه میخواین یه شغل رو انجام بدین، شغل جدید، انگار اصلا این شغل نبوده، شغلتون چیزی دیگه بوده، میخواین یه همچین شغل رو راه اندازی بکنین. البته که دارین با کسی هم این وسط شراکت میکنین، حالا نحوه شراکتتون مشخص نیست که چه جور هستش، ولی شخصی رو تو این قضیه دخیل کردین، کمک به عنوان کمک مالی، همچین چیزی رو براتون میبینم، ولی براتون روشنایی برد افتاده، انگار که علارغم زحمات زیادی، چون یک شغل جدید دارم براتون میبینم، ولی اینکه براتون دارم برد و مال فراوون دارم براتون میبینم. خب برای آقایون بگم، یک شخصی مثل دوست
یک دوست، ولی دوست بهتون دارم میگم، نه هر کسی که اسمش رو روش دوست بذارین، دوست به معنای واقعی دارم برای آقایی رو میبینم، مهربان، کسی که بدون توقع داره براتون کاری میکنه، بدونی که چشم داشته براتون داشته باشه، بدونی که هیچ چیزی از شما تمنا بکنه، بخواد در ازای کاری که داره براتون انجام میده چیز چشم داشته باشه، چیزی از شما طلب بکنه، اصلا براتون کاری رو انجام میده، شغلی رو براتون دست و پا میکنه، حالا نمیدونم از نزدیکاش یا از هر طریقی، از یک کانالی براتون داره شغلی رو براتون مهیا میکنه، این شغل هرچی که هست مرتبط با رشته تحصیلیتونه، هر شغلی که هست برای دوستش، دوستی برای دوستش داره شغلی رو داره جور میکنه، حالا به واسطه کسی آشنایی داره، حالا هرچی که هست این شغل مرتبط با رشته تحصیلیتونه. خب یه جشن شادی هم دارم براتون میبینم، مثل کارت دعوتی که دینه به یک مراسم دعوت میشین، خانمی هم که داره میاد، خود عروس خانم داره کارتو براتون میاره، خانم کارت عروسی رو میاره، خانمی که موهای فکر میکنم پر و فر رنگ تیره روشن داره، همچنین مثل سایه توش خورده، حالا چه میشه چیه، هرچه که هست سایه روشنه، این خانم عینک آفتابی به چشم زده، صورتی بسیار زیبا، روشن، زیبا و یه شالی به سرش انداخته، خود عروس خانم میاد در خونتون و کارت عروسی رو تقدیمتون میکنه، آقا داماد هم کنار ایستاده. خب ببینید عدد 14 افتاده، نوشته 14، تو 14 روز دیگه خبری به گوشتون میرسه که کلن اصلا از این رو به اون رو تو میکنه، حالا چه اتفاقی قرار براتون بیفته مشخص نیست، هیچ نشانه هم براتون نمیبینم، فقط دارم میبینم عدد 14 بسیار روشن و راهی روشن، هرچه که هست پیروی حرکت و قدم، چالا کاری، مالی، احساسی، هرچه که میخواییم بذاریم به 14 روز آینده، تا 14 روز، یعنی از امروز تا 14 روز آینده اتفاق توی زندگیتون رخ میده که کلن مسیر زندگیتون رو عوض میکنه و براتون بسیار روشن افتاده. خدا رو شکر. خب حواستون رو جمع بکنین، درم ببینم جایی که سقف داره و محل کار شما هستش، خانم و آقای با هم دیگه بگو مگوی تندی دارن میکنن، حالا سر چه موضوعی، سر هر چه هستش، تو محیط کار بگو مگوی میشه، بگو مگو بین خانم و آقایی که آقا تقریبا میان سال عینکی هستش، خانمی که جوان و مقنعه به سرش هستش، بینشون بگو مگوی بد که آقایی که صاحب قدرته، مثل مدیر اونجا، رئیس اونجا، هر کسی که هستش مداخله میکنه این وسط، متاسفانه منجر به اخراج یک کدومشون میشه، آقایی که حکم مدیر، رئیس، حالا مال اون قسمت، مال اون بخش، مدیر کلتون، هر کس که هستش ورود میکنه بینتون، قرار میگیره و یکی این وسط از اون چرخه کاری حذف میشه، اخراج. خب یه خبر از طرف هم بستگان، نزدیکان، اقوام، حالا همچین کسی باید باشه، یه خبر، پیام، کبوتری که داره براتون خبر میاره از طرف کسایی که باهاتون نسبت دارن، انگار دارن پشت سرتون حرف میزنن، خبری به گوشتون میرسه از طرف بستگان، انگار دارن پشت سرتون حرفی میزنن که وقتی این حرف رو میشنوی یا اون خبر رو میشنوی، انگار اصلا کلن چیزیه که اصلا مربوط به شما نیست، یا اصلا یه حرف دروغ، یه حرف اشتباه، حالا هر چی که هستش به گوشتون وقتی میرسه، این خبر به گوشتون میرسه، اصلا انگار حالتش تعجب، شوک بهتون دست میده، اصلا دهنتون باز میمونه، حیرون، یا توقع نداشته از این شخص این خبر رو بشنوین، یا که اصلا این خبر خبر کسبیه که دهنتون باز میمونه و متعجب و حالت شوک بهتون دست میده. خب خانمی که جدا شده، تمام رفته، کات شده، از طلاق گرفته، حکم خورده، طلاق گرفته، اما داره همینجور توی مسیر جایی که عدل افتاده، عدالت افتاده، انگار تو مسیر دادگاه داره هی میره و میاد، خیلی زودم هست داره میره و میاد. خب بذارین اینطوری بهتون بگم، خانمی که جدا شده، طلاقش رو گرفته، تو مسیر دادگاه داره میره میاد، برای مهریش، رفت آمدی که در رابطه با مهریش میکنه، این رفت آمدم خیلی طولانی مدت دارم میبینم که انگار مدت‌های طولانیه بابت این
طلب مهرش داره میره و میاد. خب پول به شما داده میشه، اما این نیستش که شما فکر کنی یه مرتبه این پول رو بهتون میدن. حالت که دارم ببینم انگار طی پنج مرحله این پول به دستتون کامل میرسه، انگار حالت قسمت قسمت بکنن بهتون بدن، طی پنج مرحله این پول به دستتون میرسه. انشالله که هرچی هست. خب یه جشن و مهمونی دوباره دارم براتون میبینم. جشن مهمونی خانوادگی، جشن نیست، مهمونیه، مثل یک دوره همی که خانواده کوچیک و بزرگ توی اونجا حضور دارن. خیلی خوب، جمع خوبیه، به خوشیه، چیز بدی نمیرم، همه روشن. یه جشن خوب، یه دوره همی شاد. آقای رو دارم میبینم که خلاف جهت همه داره حرکت میکنه، یعنی کاملا مسیری رو داره میره و غلط، اشتباه، یک مسیر اشتباه رو داره میره و این مسیر، مسیر اشتباه، مسیر احساسی عرض میکنم، انگار داره راهی رو میره با خانمی که اصلا ایشون اصلا برای زندگی ایشون ساخته نشده، اصلا ایشون برای این خانم آقا برای همدیگه جور نیستن. مسیر غلط، پشت رو، اساس نگاه کن، سرنگون داره به سمت یه خانمی داره قدم برمی‌داره. این خانم اصلا برازنده شما نیست، این آقا هم اصلا برازنده این خانم نیست و تای این ارتباط و تای این ازدواج جدایی متاسفانه. اگر ازدواج هم شکل بگیرید انتهاش جدایی، یعنی به تایم خیلی کوتاه جدایی دارم براشون میبینم، اصلا مال هم دیگه نیستن. خب از طرف محل کار همسرتون، خانمای عزیز، از طرف محل کار سقفی که روشن روشن افتاده و آقایی که خوشحال و خندون، گاهی یک جعبه دستشه مثل جعبه شیرینی، خبر خوشی بهتون میرسه. این آقا با شیرینی میاد خونه، حالا یا شغلش ترفیع پیدا کرده یا حقوقش اضافه شده، هرچی هستش که خوشحال و خندون، یک جعبه به دست، انگار داره میاد خونه به شادی خبر خوش بهتون بده. میگم یا حقوقش اضافه شده یا ترفیع تو مقامش گرفته، هرچی هست خوشحال و خندونه، خانواده هم پیرو این قضیه خیلی خوشحال میشن. الهی شکر. ببینید خانومی رو دارم میبینم، این خانم بعد گذشته دار باشن. ببین کنارشون یه مثل بادکنکی که چروکیده شده باشه، همچه حالت پلاسیده یا بادش خوابیده، همچه حالتی رو دارم میبینم که این نشانه، چون این بادکنک حالت که بادش خوابیده تموم شده، حالت اینو میده که انگار این خانومی که گذشته دار هست اعتماد به نفس خوبی نداره یا ترس داره، حالا هر چی که هستش برمیگرده به گذشتش، ترس و وحشتی که از گذشته داره مانع پیشرفتش در آینده داره میشه. ولی خبر بهت بدم که علارغم این ترس و وحشتی که داری یا اون ترسی که بر شما غالب شده، این شکسته میشه و شما وارد یک بازار کاری میشین. البته که این کار آنچنان سختی نیست، یه کار سبک، یه کار راحت، مثل یه فروشندگی دارم میبینم، اگه چیزی جلوتون رو دارین عرضه میکنین، میفروشین، مثل پوشاک، حالا هر چی یه چیزیه، درست تشخیص نمیدم چیزی که دارین میفروشین، ولی مثل پوشاک، یک مغازه، توی یک مغازه داری کار فروش انجام میدی، هرچی هست به یه استقلال مالی میرسین و از خونه بیرون اومدن رو براتون میبینم، چون خیلی ترس از آینده داشتین. ورود میکنین به زندگی، به زندگی واقعیتون، گذشته رو رها میکنین. خب آقای رو دارم میبینم، نمیدونم کارشون چی هستش، هرچه که هست به واسطه کارشون این آقا هی باید قدم بردارن برن سفر و ادرک با قدم نام از اون که یک مسیر رو باید هی برن و بیان. حالا شغلشون چیه؟ با ماشین کار میکنن، هرچه که هستش یک بود مسافت طولانی مثل شهر به شهر یا یک از این سر شهر به اون سر شهری، همچه حالتی رو دارم برشون میبینم. حالا هر شغلی دارن که یا دو تا شعبه است، دو تا نمیرم نمایندگی یا هرچی هستش که باید از این سر به اون سر شهر برم، مسیر با وسیله نقلیه دارم حرکت براشون میبینم، یا دو شغلن ایشون.
یک صفحه بزرگی دارم میبینم، یک صفحه بزرگ مثل مانیتور خیلی بزرگ، یک صفحه بسیار بزرگ دارم میبینم و این سینما نیست چون یه تعدادم نشستن، ولی روی این صفحه مثل حروف عدد یه چیزی نقش بسته، حروف عدد همچین چیزی، یک صفحه بسیار بزرگ مانیتوره، تعدادی هم نشستن جلوش، سر چشمشون همه به این خیره است. هرچی هستش میتونه مثل بورس، بازار بورس همچون چیزی باید باشه، چون چیز دیگه ای نمیتونه معنی بده مثل بورس، ولی هر چی که هست کاری و موفقیت رو براتون دارم میبینم، کار و موفقیت رو براتون میبینم تو این زمینه. اگر این فعالیت میکنی فراز و نشیب داره ها، فراز و نشیب، مثل تلویزیونی که داره خط روش میفته، نگار هی بالا پایین نوسان، همین بورسه نوسان داره ولی براتون موفقیت داره، یعنی توش منفعت داره علیرغم بالا و پایین و نوساناتی که روش افتاده، ولی براتون برد دارم میبینم، پیروزی براتون داره، از نظر مالی وضعتون خوب میشه انشاءالله. خب چیزی نیست، برای خانم های خبر خوش بهتون بدم، خانم که میگم دختر خانم ها، خانم ها کلن دارم براتون ازدواجی میبینم که این ازدواج احساسیه، یعنی فقط رو عشق و علاقه داره یک ازدواجی شکل میگیره، ولی روشنه انشالله که عشق و احساس ابدی میشه و انشالله که موفقیت داری، چون روشن افتاده دیگه، کدری نمیبینم که بگم ترش به خدای نکرده به جدایی، نه انشالله که ترشم برای تو آخر عمرتون روشنایی خوشبختی رو براتون دارم میبینم انشالله. و یه خانمی هم به جا خوابیده، حالا چه کسالتی داره، یا ناحیه پا اگه پاشو دراز کرده یه جایی تکیه داده ولی مشکل داره، حالا تو ناحیه پا زانو دردی، پا دردی، همچین چیزی رو دارم براشون میبینم، انشالله که بدن ازتون دور باشه و همتون تنتون سلامت باشه. این فال جمعه 27 اگه اشتباه نکنم میشه 27 خرداد ما، انشالله که از این فالم لذت برده باشیم. بازم تاکید میکنم اگه صدا میمقدار خسته از عذرخواهی منو بپذیره، چون به خاطر دوستانی که امروز اومدم براشون فال گرفتم تعدادشون خیلی خواهان بوده که حتما برای جمعه فال بذاری، اینی که نیمه شب برم میذارم و اگه صدای خسته منو میبینی نشه از اینکه واقعا خستم، ولی از اونجایی که نسبت بهتون ارادت دارم و دوست ندارم که نه روی حرفتون بیارم، به خاطر شما بزرگواران اطاعت امر کردم، انشالله که خورده به من نگیرین و منو ببخشین. امروز براتون صبح هم اینو براتون میذارم، چون دیگه خیلی دیر موقع است، براتون صبح اول وقت براتون میذارم که جمعه دوست داشته باشین این فالو ببینین. ایام به کامتون باشه انشالله، فالکده آرزو، جمعه خوبی رو براتون آرزو میکنم، شبتون خوش، البته که شب که نه، روز جمعه خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.